دوستان سلام عرض میکنم، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. تو این ویدیو براتون یک عالمه عبارات مهم زمانی رو دارم که تو خیلی از جاها به دردتون میخوره، توی قرار گذاشتن هاتون مثل قرارهای کاری، مثل زمانهایی که بهتون میگه برین بعدن بیاین و این حرفا. این زمانها خیلی مهمه و توی مسائل روزانه و مسائل کاریتون و مسافرتیتون خیلی به دردتون خواهد خورد. این بود که یه ویدیو حاضر کردم و امیدوارم همش رو تونسته باشم گنجونده باشم و چیزی رو فراموش نکرده باشم. اگر فراموش کردم لطفاً بهم یادآوری کنید که یه جایی دوباره یه ویدیویی چیزی بود درش براتون توضیح بدم. خب لایک یادتون نره، همین الان لایک بکنید که بعدن یادتون نره. خب اگر هم زنگوله رو نزدین بعد سابسکرایب، لطفا بزنین که متوجه بشین ویدیوهای جدیدم کی میاد. خب یه مقدار مشغله دارم، مرتب نمیتونم ویدیو درست کنم، ولی خب هر کاری از دستم بر بیاد برای سریعتر برطرف کردن نیازهای آموزشیتون اقدام میکنم. خب بریم سراغ درسمون. خب دونه دونه میگم، معنیشم چیز میکنم، اینا رو همه رو باید یادداشت کنین، حفظ بکنین. هیچ راه دیگه ای نداره. همه رو باید یادداشت بکنید، حفظ بکنید. خیلی هم به دردتون میخوره، نزدیک 50 تایی هست. اوکی، تا آخر ویدیو با ما باشید چون خیلی مهمه. اسکیدن یعنی قبلنا، قبلتر از اینها، قدیم قدیما، و یا مثلا قبلتر از هر موقعی که اون لحظه داره صحبتش میشه. اونجدن یعنی قبل از اینها، قبل از اون واقعی که داره صحبتش میشه. حالا بستگی داره چی باشه. وقتی میگه نفر میگه اسکیدن، ممکنه معنی قدیم قدیما باشه، ممکنه منظورش 100 سال پیش باشه. خب اما وقتی نفر میگه اونجدن، منظورش زیاد فاصله زمانی دوری نیست. ممکنه مثلا فرضاً قبل از اینکه یه قانونی عوض بشه یا همچین چیزی. قبلنا اینجوری. بوگونلرده یعنی این روزها. سون زمانلاردا یعنی این اواخر. سون یعنی آخر، زمانلارده یعنی این وقتهایی که این آخرها بوده دیگه، این اواخر. بوندان سونرا یعنی از این به بعد. بو مدته یعنی در این مدت. بیر سوره یعنی برای مدتی، یه مدت خاصی، طی یه مدت خاصی. دون دیروز. بوگون امروز. یارن فردا. ارتسیگون یعنی روز بعدش. مثلا داره راجع به یه قضیه در گذشته صحبت میکنه، مال سال قبله، یه اتفاقی افتاده فلان روز، روز بعدش یه چیز دیگه میشه، میگه چی؟ میگه ارتسیگون. و یا یه قضیه هست در آینده، میگه مثلا فلان چیز قراره بشه، روز بعدش قرار فلان چیز میشه، اونجا از ارتسیگون استفاده میکنه. ارتسیگون. بیر اونجکیگون یعنی روز قبلش. اینم مثل همین، البته این راجع به گذشته صحبت میکنه، بعد مثلا میگه فلان اتفاق روز قبلش. بیر اونجکیگون. باید ممکنه در واسه آینده هم استفاده کنه. اوکی.
اولسیگون، اولسیگون، پریروز، یعنی دیروز نه، پریروز. اوبرگون، اوبرگون، یعنی پس فردا. یارن دیل، اوبرگون، فردا نه، پس فردا. گندوز، گندوز، یعنی طی روز. گن، روز، گن، روز. هفته، 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 هفته. آی، ماه، آی، ماه. یل و یا سنه، یعنی سال، جفتش هم استفاده میشه. حالا سنه عربی هستش، باز در این زبان داخل هم شده. عصر، عصر، یعنی عصر، دوره، مثلا عصر حجر یا همچین، یا این دوره، دوره بعد فلانه. یوزیل، یوزیل، یعنی قرن، صد سال. یوز یعنی صد، یل یعنی سال، یوزیل یعنی قرن. بیر سونراکی، بیر سونراکی، یعنی بعدی. مثلا بی سونراکی گون، یه روز بعد. بی سونراکی هفته، یه هفته بعدش. بی سونراکی آی، یه ماه بعدش. گچن و یا گچتیمیز، یعنی قبل، گذشته. مثلا گچن هفته، یعنی هفته قبل. گچتیمیز هفته، یعنی این هفته که گذشت. دوباره میشه چی؟ میشه هفته قبل. گچتیمیز سنه، سال قبل. گچن یوزیل، یه قرن پیش. اوکی. گلن و یا گلجک، اینم یعنی بعد، آینده. مثلا میگیم گلجک هفته، یعنی هفته بعد. گلن آی، ماه بعد. گلجک سنه، سال بعد. خب بریم سراغ بعدی. چه نمیره؟ از سونرا، از سونرا یعنی کمی بعد، به زودی. گنون ویرینده، یعنی یه وقتی، یه روزی، تو یکی از همین روزها. گنون ویرینده، گنون ویرینده. بیرازدان یعنی یکم بعد، بیرازدان یکم بعد، کمی بعد. سونرادان یعنی بعدها، سونرادان بعدها. بیراز اونجه، کمی قبل، بیراز اونجه، کمی قبل. اونجسینده یعنی قبل از اون، اونجسینده قبل از آن. اونجلیکله، اونجلیکله یعنی قبل از هر چیز. این دوتا رو گفتم که قاطی نکنین، کنار هم گفتم که متوجه بشین. اونجلیکله رو توی مقاله ها هم میتونین استفاده کنین، توی سخنرانی هاتون میتونین استفاده کنین. مثل انگلیسی هستش، مثلا میگید first، یا مثلا مثل فارسی که مثلا میگیم اولا، قبل از هر چیز. اونجلیکله یعنی قبل از هر چیز. اوکی. صباح، صباح یعنی صبح. صباحلین، صباحلین یعنی طرفای صبح. صباحن کرو، صباحن کرو، اونم یعنی صبح خیلی زود. کر یعنی نابینا، یعنی کور. خب وقتی میگه صباحن کرو، ما این اصطلاح رو به صورت گرگ و میش صبح داریم، یعنی زمانی که چشم تشخیص نمیده گرگ رو از میش، میگیم چی؟
گرگو میشه صبح. ساباهان کرو معمولا صبح خیلی زوده، هنوز آفتاب در نیومده، و یا اینکه یه نفر میخواد اعتراض کنه که چرا صبح خیلی زود یه کاری شروع میشه یا حالا یه چیزی اتفاق افتاده و این حرفا، یه حالت بار منفی داره. مثلا وقتی بخوان یه پیشنهادی بدن که مثلا صبح خیلی زود را میفتیم یا یه چیزی، از این اصطلاح استفاده نمی کنن. معمولا بار منفی داره، بار اعتراض داره، یعنی مثلا چه خبره، چرا انقدر زود. یه بار دیگه میخونم. صباحن کرو اوله، اوله یعنی ظهر، اولن، اولن، و یا اولین یعنی طرف های ظهر. اینا ستاش هم یعنی ظهر. حالا اوله به اضافه این شده، شده اولین، بعدن به مرور زمان شده اولن، کار نداریم. این ستا رو دیدین یعنی ظهر. اکشام، اکشام یعنی عصر. اکشام مثلا میشه اون موقعی که تقریبا داره دیگه خورشید غروب میکنه، آفتاب نیست، تا ساعت اولیه شب هم جز اکشام محسوب میشه، یعنی مثلا ساعت 10 شب اکشام محسوب میشه. گجه، گجه شب. گجه که مثلا میگیم دیگه از 11:30-12 شب به اونوره. گجه یارسه، گجه یارسه یعنی نصف شب، نصفه شب، نیمه های شب، ساعت 12:01. اوکی. سک سک، سک سک، سک سک یعنی مکررن، مرتب، مکرر. خیلی تو تلفظش دقت کنین که واسه تون درد سر نشه. سکلکلا، سکلکلا اونم یعنی به طور مرتب، مرتب و مکرر. اصلا، اصلا یعنی هرگز. هپ، هپ یعنی همیشه. سورکلی، سورکلی یعنی مرتباً. هیچبیر زمان، هیچبیر زمان یعنی هیچ وقت. نادیرن، نادیرن یعنی نادر، خیلی کم اتفاق بیفته و این حرفا. خب ساعت باشه، ساعت باشه یعنی هر سر ساعت یک بار. مثلا این اصطلاح کجا میبینید؟ مثلا توی مینیبوس رانی، اتوبوس رانی، تاکسی رانی، مثلا میگه چی؟ ساعت باشه بیر مینیبوس وار، ساعت باشه بی دولموش وار. یعنی هر ساعت، هر سر ساعت یک بار یه مینیبوسی هست واسه یه مسیر و این حرفا. ساعت، ساعت یعنی ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 7 ساعت. دقیقه، دقیقه. بعضی وقتا دقیقه رو دکا هم میگن. چطور ما تو فارسی نمیگیم دقیقه، میگیم دقیقه، اینجا هم دقیقه ممکنه خیلی جاها دکا تلفظ بشه. خب به معنای دقیقه هستش. دقیقه باشه، دقیقه باشه، و یا دکا باشه. البته دکا نمی نویسن هیچ موقع، فقط توی گفتار استفاده میکنن. اونم یعنی هر دقیقه، یعنی سر هر یک دقیقه. بعضی وقتا در اعتراض استفاده میشه، یعنی مثلا چه خبر دقیقه به دقیقه، یه اتفاقی میفته مثلا، یعنی مثلا دقیقه به دقیقه زنگ میزنه، دقیقه به دقیقه یه چیزی میپرسه. دکا باشه. خب اینجا اصطلاحات هر رو گفتم، بذار بگم حالا که هر زمان رو میگم، بقیه موارد اصطلاحی که با هر هستش رو گفتم خدمتتون بگم. هر شی
یعنی هر چیز، هر آن یعنی هر لحظه، هر گون یعنی هر روز، هر ساعت، هر ساعت، هر یرده، هر جا، هر هفته، هر هفته، هر زمان، هر زمانی، هر وقتی، هر نیسه، هر چی که میخواد باشه، حالا بماند، حالا ولش کن. چون اینجور موقع هم استفاده میشه، مثلا بگن خیلی خوب خیلی ولش کن، اصلا هر چی. خب اون موقع مثلا میگن هر نیسه. هر زمان بعضی وقتا با نزامان هم یه معنی رو میده. مثلا میگیم چی؟ نزامان گلیرسه، هر وقتی که بیاد. نزامان اولورسا، هر موقعی که بشه. اوکی. خب. ایکی گنده بیر. ایکی گنده بیر. یعنی دو روز در میون. دو روز یک بار. هر دو روز یک بار. دو روز در میان. هفتادا بیر کره و یا بیر کز. یعنی هفته ای یک بار. کره و کز دوتاشونم یه معنی میده. گنده بیر، ببخشید، گنده ایکی کره و یا گنده ایکی کز. یعنی روزی دو بار. کره و یا کز هم به معنای دفعه بار هستش. مثلا حالا ننوشتم اینجا یلدا ایکی کره، سالی دو بار. سنده بیر کز، سالی یک بار. اوکی. ایکی گندن بری، ایکی گندن بری، یعنی از دو روز قبل، از دو روز قبل تا الان. دندن بری، از دیروز تا حالا. دندن بری. صبحتان بری، صبحتان بری، از صبح تا حالا. دقت کنیم بری نمیگم، مثل بری، بری فارسی نیست، بری، بری. اون ای آخر رو خفه میکنم موقع صحبت کردن. دون اکشامدان بری، دون اکشامدان بری، یعنی از دیشب تا حالا و یا از دیروز عصر تا حالا. گیتیندن بری، گیتیندن بری، یعنی از وقتی رفته. اوکی. از وقتی شده از رفتنی. حالا ببخشید. اوکی. پسوند لینه، لونه و لنا. اینا به معنای برای مدتی، یعنی برای یه مدت خاصی. اون مدت رو وسط میگم. مثال ها رو ببینیم. بیر ساعت لونا، یعنی برای مدت یک ساعت. ایکی گون لونه، یعنی برای مدت دو روز. اوچ هفته لونا، یعنی برای مدت سه هفته. بش سنه لینه، یعنی برای مدت پنج سال. یه بار دیگه میخونم. بیر ساعت لونا، ایکی گون لونه، اوچ هفته لونا، بش سنه لینه. خب. اوکی. بریم سراغ بعدی. یه تموم شد. تموم نشد. اوکی. پسوند لک، لک، لک و لک رو داریم. مثلا گون لک، یعنی برای مدت یک روز و یا روزانه. مثلا گون لک گزه، یعنی چی؟ یه گردش روزانه، یه تور روزانه. هفته لک، هفته ای. گردش یک روزه میشه گونو بیرلیک. اون یه اصطلاح خاصیه، گونو بیرلیک. سنلیک یعنی سالیانه. سنلیک سالیانه. دورت گونلیک یعنی برای مدت چهار روز. دورت هفتالیک برای مدت چهار هفته. دورت سنلیک
یعنی برای مدت 4 سال. اوکی. خب. دائما یعنی دائما. ایکی یل ایچینده یعنی طی 2 سال. ایکی گون ایچریسینده یعنی طی 2 روز. این ایچینده و ایچریسینده میتونن جاشون عوض بشه. هیچ مشکلی هم نداره. یعنی من میتونم بگم ایکی یل ایچریسینده. گون ایچینده یعنی طی روز. یعنی به شب نرسه. از صبح تا عصر. اوکی. خب. دوستان تا اینجا امیدوارم که به اندازه کافی حتی بیش از حد گفته باشم. لطفاً همه رو یادداشت بکنید و همه رو حفظ بکنید، چون همش به دردتون خواهد خورد، همه رو استفاده خواهید کرد و همه رو خواهید شنید. امیدوارم که از ویدیوها خوشتون اومده باشه. لایک یادتون نره. بعد اگه خواستید سراغ ویدیوها از اول برید، برید توی کانالم، روی عکسم کلیک بکنید، روی اسم کانال کلیک بکنید، برید توی کانال، از اونجا پلیلیست رو استفاده کلیک بکنید، انتخاب بکنید، بعد از توی پلیلیست آموزش زبان ترکی با شبنم رو انتخاب بکنید. هر سوالی داشتید بنویسید، در خدمتتون هستم. خدا نگهدار، موفق باشید.